درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه هفتم آذر ماه ما رو همراهی کنید. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به اتهام دست داشتن در طرح بمبگذاری در یک گردهمایی مخالفین جمهوری اسلامی بازداشت شده، از حضور در دادگاه خودداری کرد. اولین جلسه ی دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای اسدی و سه متهم دیگر این پرونده امروز در بلژیک آغاز شد. اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود و این نخستین بار است که دادگاهی در اروپا به محاکمه یک دیپلمات ایرانی می‌پردازد. مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی میگوید با افزایش قیمت مرغ در ایران، مصرف سنگدان، دل و جگر و پای مرغ دست کم به 3 برابر افزایش یافته. او تاکید کرد افزایش مصرف آلایش مرغ در روزهای اخیر به 3 برابر نشان میدهد خرید مرغ از توان درصد بالایی از مردم خارج شده است. داوود رفیعی کارگری که به اخراج خود از شرکت پارس خودرو معترض بود به اتهام توهین به وزیر کار 74 ضربه شلاق خورده است. در جریان یکی از اعتراض‌ها در سال 96 او روی مقوا شعار مرگ بر وزیر کار نوشته بود و اکنون به دلیل همین شعار این مجازات برای او تعیین و اجرا شده است. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا به نقل از رسانه‌های استرالیایی نوشته دلیل بازداشت، محاکمه و محکومیت کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر بریتانیایی استرالیایی توسط سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، داشتن دوست پسر اسرائیلی بوده. این هفته جمهوری اسلامی اعلام کرد که او را پیش از گذراندن دوره محکومیت آزاد کرده، اما منابع ایرانی و تایلندی تایید کردند که آزادی وی به صورت مبادله با 3 مرد ایرانی بوده که به اتهام اقدامات تروریستی در تایلند زندانی بودند. بنابر گزارش‌ها در حمله هوایی منتسب به اسرائیل که اهدافی در استان دیرالزور واقع در شرق سوریه را هدف قرار داد، حداقل 19 شبه نظامی عمدتاً پاکستانی تحت امر سپاه پاسداران کشته شدند. منابع دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند جنگنده‌های اسرائیلی مواضع تیپ زینبیون را در نواحی بیابانی غرب شهر ابوکمال بمباران کردند. پرویز پور حسینی از بازیگران مسرح تئاتر، سینما و تلویزیون امروز جمعه بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. وی دانش آموخته بازیگری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و در آثار کارگردانهای مسرح تئاتر همچون پیتر بروک ایفای نقش کرده. او همچنین در فیلم‌هایی چون کمال الملک، باشو غلبه کوچک و تلس نیز حضور داشته.